گودال ماریانا عمیق‌ترین نقطه روی کره زمین است، اما حتی در این عمق 11 کیلومتری هم میتوان در کنار موجودات تازه کشف شده دریایی آلودگی‌های دستساز بشر را دید. برگردان گزارش کوین ایناکس حاوی جزئیات بیشتر است. این تصاویری از عمیق‌ترین نقطه اقیانوس است. رسیدن به این نقطه با بهره گیری از زیردریایی به نوبه خود چالش بود. تجربه خیلی شگفت انگیزی بود. قوطه خیلی جالبی بود که حدود 12 ساعت به طول انجامید. 4 ساعت کامل در ته گودال چالنجر بودیم. باتری‌های ما تون تون تخلیه می‌شدن و ما مدام در حال تعویض آنها بودیم. ویکتور ووسکو، طراح این سفر اکتشافی با هدف نقشه برداری از این نقطه از کف اقیانوس است. The oceans are 70% of the earth and they're very deep. اقیانوس‌ها 70% کره زمین را پوشش می‌دهند. ما درباره آنها خیلی چیزها نمی‌دانیم. مثلا چگونه با اتمسفر زمین تبادل گرما می‌کند و چگونه کربن تولید شده را جذب می‌کند. آنچه ووسکو با آن برخورد، سطح ستروان و مانند سطح ماه نبود، بلکه پر از ماهی‌سانان و موجودات زنده‌ای بود که برای بقا به نور نیاز دارند. ما قشای میکروبی را روی سنگ‌ها وجود داشت دیدیم. این موجودات زنده برخلاف موجودات زنده بر روی سطح زمین برای حیات خود از فتوسنتز یا همان نور استفاده نمی‌کنند. این موجودات برای حیات از گاز متان درون سنگ‌ها و دیگر مواد معدنی بهره می‌برند، یعنی متابولیسم غیر هوازی. اما او آلودگی انسانی را هم مشاهده کرد. But as I continued going along the bottom cruising around در حین جستجو در آن عمق اشیایی برخوردیم که به نظر می آمد ساخته دست بشر باشد. نمی دانیم که پلاستیک یا فلز بودند. بله، من شاهد آلودگی بودم. اگر سفر او تایید شود، او به پایین ترین عمق در کره زمین رسیده است. رکورد پیشین از آن جیمز کامرون فیلمساز است.